افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغان‌ها در خارج از کشور. خوشوقت هستم با یک برنامه دیگر از گپ گپ میخیزه مهمان خانه های شما میشم. دوشنبه 28 جوزای سال 1403 خوشیری برابر با 17 ماه جون سال 2024 میلادی از گپ گپ میخیزه. واقعا اینقدر گپ هست که اصلا من نمیدانم یا نمیفهمم که از کجا شروع کنم. از هنرمند بگویم، از سیاستمدار بگویم، از مفسر بگویم، از مبصر بگویم و در مجموع از خبرنگار بگویم، از آهنگساز بگویم. آنقدر صحبت دارم که متاسفانه هم حوصله این برنامه نمی گنجه که روی تمام مسائل صحبت کنم و هم بعض نزاکت هاست. از نزاکت ها هم شما اطلاع دارین که هیچ کس به صورت مجانی و به صورت به اصطلاح بی‌طرفانه هیچ کس ملاک گفتار خود واقعیت‌های عینی قرار نمی‌ده و همه چیز در ماحول امتیازات یا به دست آوردن پول و دارایی و دلار و کلدار و روبل و پوند و یورو میچرخه. اگر هنرمند است آهنگ نو یا آهنگ تازه نمیخونه، چون با هزارها آهنگ طی صده های مختلف در افغانستان هم نو و هم کهنه موجود است که آنها خود را زحمت نمی دهند که یک چیز نو به ملت خود یا به مردم خود ارائه کنند. و اگر سیاستمدار است وابسته به یک حزب، به یک کشور و به یک جناح خاص و یا هم یک قوم خاص است. و اگر هنرمند استم فقط استفاده ابزاری از هنر در جهت پولدار شدن به کار گرفته می شه. ما حتی آنقدر به انصاف و دور از عدالت کار میکنیم که واقعیت ها را به خورد مردم نمیتیم، فقط به خاطر که یک چند نفره ما به اصطلاح مرهون و ممنون خود بسازیم، از قوم و تبار و زبان و منطقه خود هم صرف نظر میکنیم. هیچ مهم نیست، هیچ مهم نیست که یک هنرمند از کجای افغانستان است، هیچ مهم نیست که یک هنرمند پشتون است یا تاجک است یا هزاره است یا پشه‌ای است یا ازبک است و یا مربوط یکی از اقوام افغانستان است. هیچ اصلا مهم نیست که یک سیاستمدار، یک مبصر، یک مفسر، هر کسی که در جهت بهبود و روشن ساختن اذهان جامعه کار میکنه مربوط به کدام قوم است. ای که ما هر یک به عوض ای که مشکلات خود حل کنیم، یک مملکت را برای خود ایجاد کنیم، یک کشور را به حیث خاک خود، به حیث گور خود، به حیث خود افتخار خود او را تقویه کنیم، ما در جهت تجزیه و به اصطلاح در هم شکستن صدها و بنادر و مرزهایی هستیم که تا امروز کشور ما را به اصطلاح به نام افغانستان رقم زده. جای خجالت است، جای سرفگندگی است که ما به قوم و منطقه و به سایر
افتخارات از آن از دید خود بچسبیم که اصلا راهی را ما نمیتونیم در جهت احیای یک افغانستان آزاد، آباد، غیر وابسته یا و غیر و خارج از محدوده اقوام و قبایل زبانها رقم بزنیم. خلاصه کلام، امروز اگر هر کس است در رشته خود فقط به خاطر بدست آوردن چند قران یا چند پول یا چند دلار منافع کشور خود و منافع قوم خود، منافع منطقه خود در راستای استفاده جویی های سیاسی و در کل در راه بدست آوردن چند دلار و چند یورو به کار میبرند. از گپ میخیزه، صحبت بسیار دارم، گفته مردم دلم بسیار تنگ است، اما چی کنم؟ با گفته یک دوست من که برش گفتم برادر امروز که توی برنج به نرخ مثلا 25 دلار میفروشی، من برنج در یک منطقه دیگه به نرخ 20 دلار میخرم. بفهمی با من چی گفت؟ گفت برنج مثل دلار واریس، برنج مثل طلا واریس، در کوچه و در هر منطقه و هر لحظه قیمتش فرق میکنه. امیدوارستم با کنه این صحبت هایم رسیده باشین و اما از گپ میخیزم، صحبت های دیگر میگذاریم برای برنامه های آینده که کم کم روش و اصطلاح روشنی بندازیم. شما خو شخص به نام ملا هیبت الله، مور هیبت الله میگم، از اولم هیبت الله میگفتم، میشناسین و بر خود تخلص آخوندزاده را به گفته دوستان و عزیزان ایرانی به اصطلاح یدک میکشن. یادم خود را رهبر خودخوانده حکومت طالبان، نه رژیم طالبان، جا زده و در آخرین سخنرانی خود به مناسبت نماز عید قربان در قندهار اعضا و مسئولان حکومتش را به اتحاد دعوت کرد و گفت که ترجیح می دهد که با اتحاد آنها عزل شود اما در میانشان اختلاف نباشد. چطور کسی که خود مخالف اختلاف است، کسی که مخالف یک جایی و کسی که مخالف تفاهم است، او آدم میگه من ترجیح میدم تا همه اتحاد کنین و من در صورت باز از قدرت کنار میرم. فعلا کابینه اینمی آدم ها، همی مردم 90% فقط مربوط یک قوم است. من اینو واضح میگم، بسیاری از دوستان و عزیزانی که بیا نظر به تعصب یا تبعیض هرچی که دارن همیشه مرا ملامت میکنن که تو باید در بعضی موارد در موضع ما در بعضی مقاطع منافع ما مردم در نظر بگیرین. منافع شما مردم دیگه چقدر باشن؟ 90% کرسی های دولتی از مدیریت گرفته تا وزارت در اختیار شماست. در بخشی از نوار صوتی سخنرانی او که تلویزیون دولتی یا ملی نشر کرد، که هیچ وقت تلویزیون ملی نبوده و همیشه در خدمت دولت‌های مزدور و پوشالی بوده، گفت که من خوشحال نیستم که در داخل یا بیرون نظام مسلمانان عام و خاص شوند، اختلاف را نمی‌خواهم، اگر یک روز با هم متحد و متفق شوید و مرا معذور کنید این اتحادتان خوشحالی برایم بار می‌آورد، ولی خوشحال نمیشم که بین شما اختلاف و تفرقه باشد. برادران با وجود اختلاف خوب میشود حکومت کرد. اگر برادرانم را بین خود درگیر جان کنم و یکی بر سر دیگری بزنند، اما من این را نمیخواهم. این سیاست فرعونی است، سیاست شیطانی است، به گفته آخوندزاده سیاست اسلامی نیست. او برادر ناخلف، کجای حکومت تو، کجای رژیم تو اسلامی است؟ تو بیش از نیمه نفوس جامعه افغانستان نادیده گرفتی، تو مقدسات و منافع ملی افغانستان را نادیده گرفتی، تو به زور برچه و تفنگ و تانک و سایر ابزار جارحه افغانستان را اشغال کردی و حالا میگویی که ما بین خود متحد هستیم. یعنی 40% یا 45% طالبا بگویم یا مزدورای خارجی باید با هم اتحاد کنن تا ملا هیبت الله آخوندزاده را
کنار بکشن. با هم میری و بخش از سخنرانی مولای مزدور و مولای کثیف را از نزدیک میبینیم. تا لحظات دیگر برمیگردیم، با ما باشید. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدر منذ علماء كرام مجاهدين عظام مخلص او متدين مسلمان ورون طول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طول تدجي نيكمرغ اولي اختر مبارك وايم الله جل جلالهم طول عبادتنا قبل كطول سعي دا الله جل جلاله رزام الله بنصيبك. الله جل جلاله دي دا اختر دا طول نيكمرغي دا پار يوم قدمه وقرزي. الله جل جلاله دي هميشه مسلمانان پداسي خوشالي و اخترونو كي خوشال وساتي. الله جل دي اجتماعي او د دې ټولنې دی الله پاک ثابت ولري. مسلمانان ورونو، دا نن یو عظیم ورځ ده چې په دې ورځ کې مسلمانان د الله جل جلاله عبادتونه سرته رسوي چې په ابتدا کې یې دا عبادت لمانځه دی چې لمونځ کوي، او دا الله پاک جل جلاله عظیم عبادت دی. د دې نه وروسته به یو بل عبادت سرته رسي چې هغه اضحیه ده، اخترۍ دی چې چا باندې واجب وي هغه به اضحیه کوي، اخترۍ بالالی. او د لوی اختر عظیم او خوشحالي دا ده چې حجاج کرامو په حج کې د حج مراسم پوره کړه. الله جل جلاله دې د ټولو مسلمانانو حجاجو حجون مبرور و گرزی. الله دې ځنې قبول کړي، بالخصوص د افغاني حاجانو حجونه دې الله پاک قبول کړي. الله جل جلاله دې د الله د رضا دپاره ذریعه وګرځي. الله جل جلاله دې دغه اسلامي عبادات د خدای تعالی دین په دې مسلمانانو باندې قایم ولري. ډېره د خوشحالۍ ورځ ده چې نن د دې لوی اختر په ورځ چې دا د اسلام یو شعار دی، یو علامه ده. دا مسلمانان ښه په جوش باندې، ښه په جذبه باندې لمانځي او خوشحالي پکښې کوي. په دې ورځ کې هر قسم خوشحالي چې ده هغه ثواب لري، ځکه چې دا د اسلام د شاعرو لوړوالی دی چې څومره سړی خوشحالي کوي، څومره په دې ورځ کې د الله پاک شکر ادا کړي. الله پاک مسلمانانو ته دا ورځ ورکړې ده. تاسو ته معلومه ده چې د اسلام نه مخکې اخترونه چې وه هغه د دې بودایانو، زردشتانو، مشرکانو، کپارو جلا اخترونه وه. دا هغو په عوض کې اسلام دغه دوې ورځې د اختر راوستې چې یوه د لوی اختر، یوه د کوچني اختر ورځ ده. نو دا د اسلام یو شعار دی، یو علامه ده چې په کوم ملک کې په مسلمانانو کې دا ورځ په ښه جوش باندې، په ښه جذبه، په ښه خوشحالي باندې ولمانځل شي، دا د دې د اسلامیت او د دینداري یو لوی علامه ده. الله جل جلاله دې د دې د ښې لمانځنې توفیق راکړي. مسلمانان ورونو، دا د عبادت ورځ ده. نو په دې ورځ کې د دې کوشش وسي چې عبادت وسي، د منکراتو څخه ځانونه وساتل شي، داسې کارونه ونه شي چې هغه د شریعت خلاف وي. موږ دا ورځ د منکراتو دپاره وګرځو، بلکې دا د عبادتو دپاره بیا ګرځو.
پر زانو باندی، پر ملگرو باندی، پر کورونو باندی، پر کشرانو باندی ښه کنټرول وکړو. خدای ناخواسته داسې اعمال ونه کړي چې هغه د الله د ناراضۍ سبب شي. او مسلمانانو دا ورځ د عبادت و د عپې ورځ ده. په دې ورځ کې تاسو یو بل ته عپه وکئ او سره خوشحاله سئ، د اختلافونو څخه ځان وساتئ او خپلې کورنۍ و د باندې و دننه چې خپل منځي اړیکې دي هغه اصلاح کئ او خپل مابینځ کې اصلاح راولئ، د اختلاف ورکئ، د بدبینۍ ورکه کئ، جوړی وکئ، روغی وکئ، دا بدی ورکی کئ. دا چې په مسلمانانو کې خوابتیاوی دی، علماو تم وایو، دا مشرانو تم وایو، دا روغی سره وکئ، جوړی وکئ. خامخا مسلمانانو کې ډیر وخت بدی استا، خوابدی استا، دی ته متوجه سی. نن الله پاک ښه پرسیتر کړی دی، دا دشمنی په دوستی باندې بدلی کئ او د خلکو منځ کې جوړ راولی او خلک سره خوشحاله کی او زړو کې خیر او نصیحت یو بل ته ونیسی، د یو بل خیر په نظر کې ونیسی او اخلاص سره وکی یو په بل باندې. ټول مسلمانان وروڼه یو او د یو الله جل جلاله عبادت کوو، د یوې کلمې وروڼه یو. و این در حال است که رهبر طالبان، وزیر داخلی طالبان، وزیر عدلی این رژیم مزدور و سایر هیئت امراهش به حج رفتند و در آنجا عرفه و عید را در یک روز با بقیه حجاج تجلیل می کنند. اما امیرالمومنین پوشالی آنها در افغانستان عرفه و عید را به تأخیر می اندازد. بنابراین سرپیچی و نافرمانی مدنی مردم افغانستان و به ویژه اکثریت اهل سنت کشور از تصمیم محکمه عالی طالبان به وضاحت نشانگر آن است که این رژیم از هیچ گونه مشروعیت داخلی، وجاهت دینی و مرجعیت مذهبی حتی در میان جامعه اهل سنت افغانستان برخوردار نیست و این میتواند با فقدان مشروعیت حاکمیت این رژیم در سایر موارد نیز تعمیم و تصفیه پیدا کند. پرسش این است که بازیچه ساختن احکام دینی درباره اوقات روز عرفه و عید قربان که در همه کشورهای اسلامی روشن است و بالخصوص همه از طریق تلویزیون ها و رسانه ها می بینند که حاجیان به عرفه می روند و مناسک خاص آن را به جا می آورند، توسط حاکمان متقلب و ملاهای چاپلوس آنها چیست؟ جاهلیت عربی و بازیچه ساختن اوقات تنجیلی دینی در قرآن کریم آیه مبارک است که بازیچه ساختن اوقات شرعی و تعیین شده از طرف الله متعال را افزایش در کفر می خواند. ترجمه: بی تردید به تأخیر انداختن حرمت ماه به ماه دیگر افزایش در کفر است و این بدعت است که سردمداران کفر کافران را به سبب آن نسبت به ماهای حرام واقعی گمراه می کنند. یک سال ماه حرام را حلال می شمارند و در سال دیگر آن را حرام می دانند تا با شماره ماهایی که خداوند حرام کرده اما هنگ و مطابق سازند، ولی در نهایت آنچه را خدا حرام کرده از پیش خود حلال می کنند. زشتی کارهایشان در نظرشان آراسته شده و خدا گروه کافران را هدایت نمی کند. بازم ترجمه: خلاصه پیام آیه شریفه این آیه که از سوره توبه است، عادت زشت جاهلیت عربی پیش اسلام را تبیان می کند و آن را افزایش در کفر می خواند. آن را بازیچه ساختن احکام دینی و اوقات معین شرعی می خواند، به گونه ای که بر آنان حرام بود که در ماهای حرام با همدیگر جنگ کنند. ماهای حرام عبارتند از محرم، رجب، ذوالقعده و ذوالحجه.
آنان هرگاه میخواستند در یکی از این ماها بجنگند، حرمت جنگ در یکی از این ماها را به ماهی دیگر به تأخیر انداختند. الله متعال بیان میکند که این کار آنها دلیل تعمق آنها در کفر و بازیچه ساختن احکام شرعی است. حال که رژیم امارت بدوی طالبانی روز عرفه و عید قربان را یک روز به تأخیر انداخته است، چیست؟ جواب این است که در روز اول رمضان نظر به اختلاف مطالع امکان اختلاف وجود دارد که در کشورهای گوناگون دیده شود، یعنی ما یا مهتاب یا خیر، اما در روز عرفه و عید قربان این اختلاف از بین می رود و بسیار مشخص است. حقیقت این است که به تأخیر انداختن روز عرفه یک نوع از نسی و بازیچه ساختن احکام اسلامی و اوقات شرعی جهان اسلام است. این عمل نشانگر بدویت رژیم و جاهلیت قرن 21 آنان است. با وجه آن که رهبر طالبان، وزیر داخلی طالبان، وزیر عدلی این رژیم و سایر هیئت امراه این رژیم به حج رفتند و در آنجا عرفه و عید را در یک روز با همه حجاج تجلیل می کنند، اما امیرالمومنین پوشالی آنها در افغانستان عرفه و عید را به تأخیر می اندازد. این یک نوع مسخره سازی دین است که باعث بدنامی دین اسلام توسط این بدوی ها شده و می شود. ملاهایی که به خاطر خوش ساختن امیرالمومنین پوشالی و گمنام و گمچهره آنان فتوای تایید صادر میکنند، حکم کارشان چیست؟ فتوای این کسانی که حق را میدانند اما برخلاف آن به خاطر خوش ساختن حاکمان فتوا میدهند، فتوای شیطانی است. الله متعال میفرماید، ترجمه: ای مردم، از آنچه در زمین است حلال و پاکیزه را بخورید و از گامهای شیطانی پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست. بازم ترجمه: آن شیطان شما را فقط به بدی و زشتی فرمان میدهد و وامی دارد تا بر خدا چیزی را که نمیدانید بربندید. حقیقت این است که تغییر اوقات شرعی از جایگاه اصلی آن خلاف عدالت و ظلم آشکار در حق دین الله متعال و گفتن چیزی است که الله متعال آن را نگفته است. پس رژیمی که چنان فتوا را صادر می کند یک رژیم کاملا شیطانی است. ملاهایی که از آن پشتیبانی و حمایت می کنند و فتوای بر تایید آن می دهند نیز فتوای شیطانی است. وظیفه ما مسلمانان در برابر این عمل شیطانی چیست؟ اولین وظیفه ما رد این گونه فرامین و فتواهای شیطانی به صورت عالمانه از طریق فضای مجازی است. وظیفه دوم ما گرفتن روزه در روز عرفه و تجلیل روزه ای در خانه های ماست. وظیفه سوم ما در صورت توان و کم بودن خطر به گناه آشکار گفتن حق در برابر چنین رژیم و ملاهای درباری است. وظیفه چهارم ما این است که مقاومت مدنی و مقاومت مسلحانه را در برابر این رژیم ادامه دهیم تا گلیم آن برچیده شود و دیگر دین خدا را به بازیچه و استهزا نگیرند. الله متعال فرموده است، ترجمه: اگر نسبت به اعمال ناهنجار و گفتار باطلشان از آنان بازخواست کنی، قاطعانه میگویند فقط شوخی و بازی کرده. بگو: آیا خدا و آیات او و پیامبرش را مسخره میکنید؟ بگو: نسبت به اعمال و گفتارتان عذرخواهی نکنید که عذرخواهی شما را پایه و اساس نیست. یقینا شما پس از ایمانتان کافر شدید. اگر از گروهی از شما که تابع و دنبال‌رو بود درگذریم، گروه دیگر که سردمداران بردامهای منافقانه بودند به سبب آنکه همواره در جامعه اسلامی دست به جرم و خطا و جنایت می‌زدند، قطعا عذاب می‌کنیم. دوستان ارجمند، هموطنان نهایت گرامی، با هم می‌رویم و بازم به تماشای این ویدیو کلیپ می‌نشینیم. با ما باشید. سپری شدن نخستین روز عید سعید اضحی در فضای امن در کشور. مردم در سراسر کشور با اقامه نماز عید از این روز تجلیل کردند. رئیس الوزرای امارات اسلامی هنگام ادای نماز در ارک از مخالفان در داخل و خارج خواست است که از مخالفت با نظام اسلامی دست بردارند و با استفاده از عفو عمومی زندگی آرام را اختیار کنند. معاون اداری رئیس الوزرا با شماری از مقام‌های حکومتی و سفیران مقیم کابل نماز عید را در قصر سپیدار ادا کردند. عبدالسلام عرفی گفته که مردم افغانستان عید را در یک فضای کاملا آرام سپری کردند.
روزی نخست عید سعید اضحی در فضای امنیت و خوشی در 34 ولایت کشور تجلیل شد و الحمدلله به پایان رسید. امنیت تمام مساجد و عیدگاه ها توسط نیروهای امنیتی کشور کاملا تأمین شد و شهروندان نماز عید سعید اضحی را با آرامش کامل ادا کردند. بار دیگر به شما اطمینان می دهیم که سایر روزهای عید را با آرامش و اطمینان کامل سپری خواهد شد انشاءالله العزیز. معاون اقتصادی رئیس الوزراء هم عید را با سیراب زدگان ولایت غور ادا کرد و بر وحدت و برادری امت اسلامی تاکید کرده و گفته که امارت اسلامی متحد است تا به متضررین رسیدگی کند. عبدالغنی برادر با اشاره به پروژه بزرگ ملی در نقاط مختلف کشور گفته است یکی از این پروژه ها پروژه سرکسازی دهلیز شرق و غرب است که پس از تکمیل شدن آن ولایت های هرات، غور، بامیان، دایکندی و میدان بردک با کابل وصل خواهد شد. باشندگان پایتخت نیز نماز عید را در فضای برادرانه و صمیمی ادا کرده و از این روز تجلیل کردند. خارج که خواه غیمو مرونا چه تجاران دی سرمایه گذاره سرمایه لری خارج که جدی کما سرمایه بند کرده دردشی پخپل افغانستان که در غیر سرمایه گذاری و که او دی جنگون ندقن نور سنده جوریگی زکه چه سوله ده همون ده خواه غیمو خارج که چه ناسی ایمو مراور ورونا کنه دردشی و سوله و حال لره ده سجوره که چه پرپول نما ده غک ده چه دردشی خپل وطن ده چه لاس پلاس ورکی که تاجک ده که وزبک ده که ترکمن ده که زره ده لاس پلاس ورکی ده وطن مو پرپول سر جور ده. از مجاهدین و از تمام مردم افغانستان خوش هستیم. امنیت و تمام مردم افغانستان فعلا ده فضای امن زندگی میکنن و خوش هستیم. در بسیاری از ولایت‌های کشور مردم با دل آرام از عید تجلیل کردند. از هرات گرفته تا بلخ و کندهار و دیگر ولایت‌ها. انسان مسلمان در یک سطح واحد، در یک سطح واحد و هر قومی که باشد و هر قبیله‌ای که باشد و هر سمتی که باشد و هر لسانی که باشد در یک سطح واحد انسان مسلمان قرار دارد. با باور آگاهان پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی مردم افغانستان مراسم های دینی و مذهبیشان را در فضای امن برگزار می کنند. طالبان از فروپاشی رژیمشان به نهایت نگران هستند. این موضوع در پیام ایدی ملا هیبت الله آخونزاده رهبر این گروه مزدور نیز آشکار است. رهبر طالبان در این پیام که به روز جمعه منتشر شد از تمام اتباع افغانستان خواسته است که برای حراست و پاسداری از امارت اسلامی اقدام کنند. در پیام اضافه شده مسئولیت مشترک همه ماست که حراست و خدمت نظام اسلامی خیش را انجام دهیم و با آن توجه داشته باشه. این نظام به قیمت خون شمار زیادی از شهدا، انتحاریون و کشته شدگان طالبان، زحمت و قربانی طالبان و مسلمانان مخلص به دست آمده است. اما طالبان شمار دقیق نیروهای کشته شده خود را اعلام نکردند. زندگی مخفیانه رهبر طالبان، ترس از حملات تیارات بی‌سرنشین و داعش، رهبر طالبان بدون اشاره به نام کشور یا گروه خاص از حامیانش خواسته است که دسایس دشمنان را خونسا دادن و قدردان نظام حاکم و شرعی این گروه باشند و برای تقویت و استحکام آن دست به کار شوند. رهبر طالبان مزدور از تمام جهان به ویژه کشورهای اسلامی خواسته است که مناسبات سیاسی و اقتصادی در چارچوب شریعت اسلامی برقرار سازند. این نخستین بار نیست که ملا هیبت الله آخونزاده از مردم اهل افغانستان می خواهد که برای دفاع از این گروه اقدام کنند. چندین بار مقامات علی‌ربه این گروه نیز درخواست مشابه داشتند. رهبر طالبان وقت از فداکاری نیروهایش در جنگ یاد می کند. در طول جنگ طالبان هزاران شهروند بیگناه در حملات مسلحانه، انفجاری و انتحاری این گروه مزدور کشته شدند. رژیم طالبان داشتن یگانه انتحاری را، معذرت می خواهم،
رژیم طالبان داشتن لشکر انتحاری را می ستاید و از موتر بم، موترهای حامل بم، ماین‌های بشکه زرد رنگ، ماین‌هایی که داخل روغن زرد قرار می‌گیرند و سایر مواد انفجاری مرگبار به منزله ابزارهای جنگی در جنگ 20 ساله نام می‌برد. هیبت الله آخوندزاده سومی رهبر طالبان است. او پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور در حمله هوایی نیروهای آمریکایی در ماه می سال 2016 میلادی به رهبری این گروه انتخاب شد. هیبت الله سابقه هیچ فعالیت نظامی و سیاسی نداشت و به دلیل نفوذ ملاییش یا دینیش در میان طالبان به رهبری این گروه منصوب شد. وقتی طالبان در ماه آگست 2021 در افغانستان قدرت را به دست گرفتند، ملا هیبت الله کم کم تلاش کرد تا نقشش را در امور سیاسی نظامی و اقتصادی طالبان تقویت کند. طالبان و ایدئولوژی طالبان در میان اکثریت جمعیت افغانستان اصلا مقبولیت ندارد و با اینکه مخالفان این رژیم به دلیل فضای اختناق و سرکوب در مقابل این گروه سکوت کردند، این به معنای این نیست که آنان حامی طالبان هستند و کارنامه مرگبار و هراس آفرین این گروه را طی سالهای متمادی از یاد بردند. رژیم طالبان به انحصار شدید قدرت دست داده است و اغلب مسندهای کلیدی و مهم در اختیار طالبان متاسفانه طور که خبرم گفتم پشتون تبار است. البته از سایر اقوام نیز نمایندگانی در حکومتشان گماردند، اما با باور بسیاری نقش اقوام غیر پشتون در رژیم طالبان کاملا نمادین می باشد و آنهای هم که از اقوام مختلف یعنی تاجک و ازبک و هزاره در رژیم طالبان نمایندگی می کنند، از نقطه نظر طرز تفکر و داشتن عقیده بدتر از طالبان اهل سنت است. با تازگی مؤسسه شرق میانه مستقر در امریکا پژوهش در مورد ساختار قومی رژیم طالبان منتشر کرده است. در این پژوهش آمده است که بجز رهبران مذهبی و ایدئولوژیک طالبان که همه پشتونان، 90% مسندهای کلیدی این رژیم در اختیار مردان پشتون، 5.4% در اختیار مردان تاجک، 0.7% در اختیار مردان هزاره و 0.3% در اختیار مردان ترکمن، 0.5% در اختیار مردان پشه‌ای و 2.8% در اختیار مردان ازبک تبار است. طالبان پس از 2 دهه جنگ و شورشگری و بر بنیاد توافقنامه ماه فوریه سال 2020 با ایالات متحده آمریکا قدرت را در افغانستان با توسل به فشار نظامی و زد و پنده های پشت پرده تصاحب کردند. این گروه به صراحت اعلام کرده است که مخالف رجوع به آرای مردم و انتخابات است و مساند دولتی هم انتصابی است و این نارضایتی از رژیم طالبان را افزایش داده است. با گذشت بیش از 3.5 سال از عمر حکومت طالبان، فقر در افغانستان گسترش یافته است. طی هفته جاری برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرد که میلیون ها طبع افغان در حالی به استقبال عید قربان می روند که 1/4 جمعیت این کشور گرسنه به خواب می روند. سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسان برای جلوگیری از بروز فاجعه انسانی در افغانستان کمک های بشر دوستانه به این کشور ارائه می کند. اما در مقابل طالبان که ادعای حکومتداری در این کشور را دارند، به جای سر و سامان دادن به بحران بشری، هزینه های هنگفت صرف امور نظامی و ریخت و پاش های درونی این گروه میکنند. طالبان برای اینکه نشان دهند وضعیت اقتصادی این کشور بحرانی نیست، اقدام بر رنگ‌آمیزی و بازسازی نمادین بخشهایی از شهرهای بزرگ از جمله کابل کردند. طالبان به ویژه ملا هیبت الله آخوندزاده با اعمال سیاست‌های ضد زن، افزون بر اینکه دختران بیش از صنف 5 حق درس خواندن ندارند، کار بیشتر زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی را هم ممنوع اعلام کرده و این یکی از دلایل گسترش فقر تلقی می شود. به همین دلیل دختران و زنان به مخالفان سرسخت رژیم طالبان بدل شدند. بارها زنان و دختران در عکس‌العمل به این اقدامات طالبان دست به اعتراض زدند، اما سرکوب شدند. تطبیق سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان موجب شده است که به شمار مخالفان و نارضایان در افغانستان افزود شود.
از سوی دیگر رژیم طالبان و رهبر این گروه از گسترش مقاومت مسلحانه کاملا آشفته خاطرند و جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی حملات ظاهرا چریکی علیه طالبان انجام میدهند، اما هیچ وقت کدام سند، کدام مدرک، کدام ویدیو و یا کدام عکس ارائه نمی کنند، زیرا نظر به اعلامیه هایی که جبهه آزادی و مقاومت ملی اعلام می دارند، آنها باید تا کنون بیش از 5000 طالب را کشته باشند. بنان من خودم به این عقیده هستم که بیشتر نشر این گزارش ها کاملا جنبه تبلیغاتی دارد. حملات این دو جبهه را طالبان مهار می سازند، هرچند این گروه با مردم هشدار داده است که هر نوع همکاری و پیوستن به این دو جبهه بغاوت، طغیان و سرکشی تلقی می شود و خطر مرگ در پی دارد. رژیم طالبان از این ترس دارند که سیاست کشورهای منطقه و خلق در برابر این گروه تغییر کند و آنها به حمایت از نیروهای مخالف گروه طالبان بپردازند. با سلطه طالبان نگرانی بر گسترش فعالیت تروریستان از جمله شبکه حقانی، شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش، تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی افزایش یافته است و حضور این گروه ها تهدیدی برای جهان به حساب می آید. با همه اینها نظام ها و رژیم ها در افغانستان ثبات لازم را ندارند. اعلیحضرت فقید محمد ظاهرشاه پس از 40 سال سلطنت و نظام جمهوری مورد حمایت کشورهای عربی پس از 20 سال حکمرانی در افغانستان سرنگون شد. رژیم طالبان برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی بی‌وقفه تلاش میکند. معذرت میخوام، رژیم جمهوری منظور شهید سردار محمد داوود خان است، با از حمایت عربانی با حمایت غربی ها بود، مور عرب ها خوانده بر صورت. اما تا اینکه هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است و استمرار این موضوع عمر حکومتداری طالبان را با چالش جدی مواجه می کند، از گپ می خیزد. تحلیلگران امنیتی می گویند که امارات متحده عربی با شبکه حقانی و چهره‌های بانفوذ از قوم خلجایی رابطه قدیمی، نزدیک و چند لایه دارد. ریشه های این رابطه به سالهای 1980 برمی گردد که جلال الدین حقانی رهبر و بنیانگذار شبکه حقانی که یک مجاهد سرسپرده و فداکار بود با امارات متحده عربی برقرار کرد. از آن زمان تا حال بخش قابل ملاحظه ثروت و منابع مالی شبکه حقانی نیز از امارات متحده عرب تأمین شده است. جلال الدین حقانی که از فرماندهان شناخته شده و معروف جنگ افغانها در برابر روس بود، با سفر به کشورهای عربی حمایت‌های مالی جمع می‌کرد. اسناد برخی نهادهای تحقیقاتی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران اسلام‌گرا و افراد و انجمن‌های اسلامی در امارات متحده عرب شبکه حقانی را کمک‌های هنگفت مالی کردند. یعنی سراج الدین حقانی بایست وارث جلال الدین حقانی از حمایت مستقیم و بی‌دریغ امارات متحده عرب برخوردار است. بخشی از سرمایه گذاران دارای قدرت مالی که در دهه 1980 شبکه حقانی را حمایت می‌کردند، در سالهای اخیر نیز به حمایت خود به این شبکه ادامه دادند. در طول دهه 1980 جلال الدین حقانی و اعضای برجسته تیم مرتباً به کشورهای عربی سفرهای متعددی در رابطه با امور مالی انجام می‌دادند. خود جلال الدین حقانی اغلب به زیارت حج می‌رفت و با این پوشش برای گسترش نفوذ و جمع‌آوری کمک‌های مالی با مسئولان برخی از کشورها و نهادها، افراد و سرمایه‌گذاران دیدار می‌کرد. تیکت‌های طیاره و تاریخ ورود و خروج پاسپورت یکی از ابراهان جلال الدین حقانی به اسم بخترجان کریم به عربستان سعودی نشان می‌دهد که چند برادر او نیز در سفر حج شرکت می‌کردند. سفر سراج الدین حقانی، رهبر کنونی شبکه حقانی و پسر جلال الدین حقانی به امارات متحده عرب و عربستان سعودی نیز شباهت‌هایی با سفر پدرش دارد. هنس حقانی برادر سراج الدین نیز او را همراهی می‌کرد. آگاهان معتقدند که این سفر در کنار گسترش دامنه روابط شبکه حقانی با دولت امارات متحده عرب، ابعاد جمع‌آوری منابع مالی از نهادهای سرمایه
گذران خصوصی مستقر در امارات نیز دارد. به نظر می رسد یک دسته گسترده تر از افراد، عمدتاً سرمایه گذارانی از ولایت شرقی افغانستان، در فرایند جمع‌آوری منابع مالی شرکت داشته باشند. همسر دوم جلال‌الدین حقانی نیز یک عرب است، دابل خوشحالی. معلوم نیست اصالتاً یا اصالتاً از کدام کشور عربی است، اما در امارات متحده عربی مانند یک ملکه زندگی کرده است. این پیوند خانوادگی در گسترش رابط حقانی ها با امارات متحده عربی نقش کلیدی بازی می کند. علاوه بر این، یافته های برخی نهادهای تحقیقی نشان می دهد که حقانی ها در امارات متحده عرب تجارت های خصوصی نیز دارند و در بخش های مختلف قانونی و غیر قانونی سرمایه گذاری های هنگفت کردند. مثلا مؤسسه متعالی جنگ در گزارش نوشته است که حقانی ها در امارات متحده عرب نمایندگی های متفروشی و شرکت های ساختمانی دارند و منافع هنگفت از تجارت های غیر قانونی به دست می آورند که از افغانستان و پاکستان گرفته تا کشورهای خلیج فارس و فراتر از آن گسترده است. ارتباط بعضی از سرمایه داران و پولداران افغان در امارات متحده عرب با طالبان و با شبکه یقانی کاملا مشهود است، زیرا با وساطت سازمان استخبارات امارات این تجار یا این سرمایه داران با هم روابط تنگاتنگ و بسیار نزدیک دارند. من فعلا از افشا کردن نام یکی از این سرمایه داران صرف نظر میکنم، اما در آینده در موردش صحبت خواهم کرد. جلال‌الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی واردات و صادرات و دارای املاک تجاری و مسکن از دیگر تجارت های حقانی ها در امارات متحده عرب است. برخی تاجران شناخته شده افغانستان در امارات متحده عربی قبلا نیز متهم شده بودند که با شبکه حقانی همکاری دارند. در سال 2013 بازرس ویژه امریکا برای افغانستانیان سیگار گزارش داد که حاجی خلیل زدران، یک از تاجران شناخته شده افغان در امارات متحده عربی، شبکه حقانی را کمک مالی می کند. با توجه به این روابط در هم تنیده و چند لایه حقانی ها با امارات متحده عربی، سفر سراج الدین حقانی به ابوظبی می تواند معادلات سیاسی و اقتصادی را تغییر دهد. حالا که سراج الدین حقانی در عمل دیگر آن فرد تحت تعقیب پلیس فدرال امریکا نیست، امارات متحده عربی در تکاپو افتاده تا با تحکیم بیشتر روابط با حقانی ها قطر را به حاشیه براند و در بازی های منطقه‌ای و بین‌المللی محور قرار بگیرد و با علنی کردن نفوذ بر چهره های قدرتمند طالبان و سرمایه داران افغان در امارات متحده عرب از برخی کشورها جمله امریکا امتیاز بگیرد. حقانی ها نیز به این رابطه نیاز دارند، خصوصا در زمانی که اختلاف درون گروهی طالبان دیگر امر پنهانی نیست. سراج الدین حقانی می خواهد در برابر رقبای قندهاری خود از جمله ملا برادر که با قطر نزدیک است قدرت و نفوذ منطقه خود را به نمایش بگذارد. آیا کابل با امارات راهش را از قندهار با قطر جدا کرده است؟ دوستان ارجمند، هموطنان نهایت گرامی، با هم میریم باز هم یک گزارش ویدیویی را به تماشا می‌نشینیم. تا دقایق دیگر برمیگردیم، با ما باشید. نهاد پاکستانی شورای تحقیقات بین‌المللی امور مذهبی در پژوهش از اختلافات میانگروهی طالبان پرده برداشته است. پژوهشگران به این باورند که طالبان قندهاری به دلیل زندگی در مناطق روستایی پاکستان از ارزش‌های منزعی و عقب‌گرا برخوردارند، در حالی که حقانی‌ها پس از زندگی در مناطق شهری پاکستان به گفته این نهاد دیدگاه‌های عملگرا و نسبتاً باستر دارند. ببینیم که کاربران در مورد این یافته‌ها چه نظر دارند. این کاربر به نام نظری به این باور است که طالبان چندین بادار دارند و به این دلیل امکان ندارد یکپارچه باشند. و همچنان افزوده که طالبان از سوی بادارهایشان به جان مردم افغانستان تحریک شدند. کاربر دیگر سید شکران به این نظر است که طالبان فقط در یک مسئله یک پارچند، آن هم در ظلم کردن به مردم افغانستان. به نظر سید شکران این گروه در هیچ موضوع دیگر هم دست نیست.
در ادام اول کاربر به نام امین از گروه طالبان دفاع کرده و نوشته طالبان هر چه که هستند ولی از تمام گروه‌ها و احزاب سیاسی دیگر افغانستان متحدتر هستند. در ادامه میروفا همینطور در پشتیبانی از گروه حاکم نوشته با چند پارچگی امریکا و متحدینشان را شکست و فرار دادند. این کاربر میگوید در داخل خانواده هم مشکلاتی وجود دارد ولی به نظر او این مشکلات به این معنا نیست که در مقابل دیگران به اتحاد باشند. در ادامه کاربر دیگر به این نظر است که برای پی بردن به اختلافات طالبان نیازی به پژوهش نیست. او نوشته استخبارات پاکستان همه اطلاعات را از سالها به دین سو در اختیار دارد و اداره و نظم و نسق طالبان نزد پاکستان است. پژوهش یاد شده همچنان دریافته است که با وجود چند پاشگی طالبان کنترل رهبر طالبان بر این گروه با ثبات است. در مورد دلایل این موضوع تحلیل فردوس کاوش روزنامه‌نگار را با هم می‌شنویم و برمی‌گردیم. دلیل ای که این تضاد منجر به یک انشعاب کلان در رژیم طالبان نمیشه ایدولوژیک است و او دلیلش ایست که اساساً ایدولوژی طالبان مبتنی است بر اطاعت از امیر و همی کانسپت امیرالمومنین و اطاعت از امیر سبب شده که برغم این تضادهایی که وجود دارد برغم نارضایتی بسیاری از رهبرهای طالبان اونمو اصل ایدولوژی که اطاعت از امیر سبب میشه که یکی از اختلافات اساسی بین شاخه حقانی و رهبری طالبان در قندهار حق آموزش دختران است. دختران در افغانستان نزدیک به 1000 روز می شود که به حکم هبت الله از این حق محروم ماندند. نویسندگان پژوهش شورای تحقیقات بین المللی امور مذهبی باور دارند که طالبان قنداری می ترسند آموزش دختران و حضور زنان در جامعه افغانستان را به سمت مدرن سازی و پیشرفت بکشاند. کاربری به اسم ایمان در این مورد این سیاست طالبان در مورد این سیاست طالبان نوشته گرسنه نگه دار تا اطاعت کنند و جاهل نگه دار تا بیعت کنند. ایمان میگوید هدف رهبران به گفته او بیخرد طالبان همین است. یک کاربر دیگر هم همین طور از من آموزش دختران انتقاد دارد و نوشته افغانستان با ساختن 4 تا 4 رایی و 1 کانال جور نمیشد بلکه با مغزها جور میشد. ولی این کاربر با زیر پا کردن حق آموزش دختران موافق به نظر می رسد و پرسیده 20 سال دختران آموزش دیدن چی پیشرفته کرد افغانستان؟ سخی در این میان در حیرت است که یک نهاد پاکستانی چنین پژوهشی را انجام داده. او در اینجا نوشته جالب است که چطور پاکستان نگران عدم پیشرفت افغانستان و زنان و دختران شده. این کاربر پرسیده همین پاکستان نبود که با شعار دین اسلام در خطر است جهاد را در افغانستان فرض خواند و حکومت‌های افغانستان را سقوط داد. و در اخیر از داود می‌خوانیم که می‌گوید بدون شک مردم را کور و نادان نگه می‌دارند تا مفکوره‌هایشان را بالای مردم تحمیل کنند. و با همین دیدگاه رسیدیم به آخر مرور رسانه‌های اجتماعی امروز. افغانستان اینترنشنال خانه‌ای برای صدای شما است. اگر می‌خواهید دیگران را از موضوع باخبر سازید پس ویدیوها و حسن ایلایک خبرنگار ارشد روزنامه الاخبار منتبع لبنان اعلام می کند که رژیم کابل به جمهوری اسلامی ایران اطلاع داده است که اگر اسرائیل و حزب الله وارد جنگ شوند این گروه در حمایت از حزب الله هزاران نیرو به لبنان می فرستد. یعنی اینکه از گب می خیزد. با گفته این روزنامه‌نگار جمهوری اسلامی آمادگی دارد تا برای هر جنگی که در جنوب لبنان و جنوب سوریه در بگیرد از پاکستان، افغانستان، عراق و یمن نیروی انسانی به منطقه اعزام کند. نخستین بار است که ادامه شود طالبان از حزب الله که گروه شیعه و تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است پشتیبانی میکند. رژیم طالبان تا حال در این مورد اظهار نظر نکرده است. اعلای طالبان حماس از جهاد افغانها اعلام گرفته است. ابو عبید حماس در کنار ملا یعقوب طالبان و حماس نزدیک می شوند. حزب الله متحد گروه حماس است و هر دو تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. پس از حمله 7 ماه اکتبر حماس به اسرائیل حزب الله نیز بارها به مواضع اسرائیل در شمال این کشور حمله کرده. تل اویو هم در عکس العمل یا واکنش طی حملات هدفمند تعدادی از قوماندان های این گروه شبه نظامی را کشت. در ماه های اخیر رژیم طالبان به فلسطین و گروه حماس همدلی بیشتر نشان داده است.
به طوری که این مسئله در پیام ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه به مناسبت عید فطر هم نیز بازتاب یافت و او از شرکت کنندگان در مراسم حج خواست برای مردم فلسطین دعا کنند. رهبر طالبان حمله اسرائیل به نوار غزه و سایر مناطق فلسطینی را هم بار دیگر با شدیدترین الفاظ محکوم کرد و از کشورها خواست که جلو اقدامات اسرائیل گرفته شود. جمهوری اسلامی ایران تلاش میکند روابط میان طالبان و حماس گروه نیابتی تحت حمایتش را تقویت کند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی صدراعظم طالبان و امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه چهارشنبه گذشته در حاشیه مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی و همراهانش که در صحنه سقوط هلیکوپتر کشته شدند با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران دیدار کردند. در عکسایی که از این دیدار منتشر شد حسن کاظمی قومی سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان نیز حضور داشت. اکثر سیاسیون و آنهایی که در امور سیاسی وارد هستند و تبصره های می کنند از کاظمی قومی با عنوان شیطان کوچک نام می برند، زیرا او انسان بسیار خودخواه، موذی و از جمله شیعه های بسیار افراطی است. کاظمی قومی قبلا در ماه فوریه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی افق جمهوری اسلامی ایران گفته بود که افغانستان بخشی از محور مقاومت است و می تواند به غزه نیرو اعزام کند. او تاکید کرد اگرچه فاصله افغانستان تا غزه دورتر است، آنچه ما از افغانستان می بینیم این است که افغانستان بخشی از محور مقاومت ماست و اگر فضا مهیا باشد و ضرورت احساس شود از افغانستان بیش از یک لشکرنیروهای استشهادی می توانند به غزه بروند. این موضع‌گیری سفیر منافق جمهوری اسلامی تمایل آشکار این رژیم برای استفاده از اتباع افغانستان در جنگ‌های منطقه‌ای و نیابتی ترقی شد. با روی کار آمدن رژیم طالبان در افغانستان تهران رابط نزدیک با این گروه برقرار کرد و سفارت افغانستان در تهران را هم به این گروه تحویل داد. تهران امیدوار است که با گسترش رابط با کابل و میزبانی از هیئت‌های طالبان منافعش را در منطقه با این گروه گره بزند و از بازوی جنگی آنها استفاده ابزاری کند. نوار غزه که تحت حملات اسرائیل قرار دارد از جنوب غربی با مصر و از شمال و شرق با اسرائیل همسرحد است و کنترل شدید مرزها از سوی تل آویو و قاهره هر نوع اعزام نیروی نیابتی تازه از جمهوری اسلامی ایران را به غزه مشکل و حتی غیر ممکن کرده است. با این حال نزدیکی غزه به سوریه و لبنان که جمهوری اسلامی ایران در آنها نیروهای نیابتی دارد تهدید برای اسرائیل محسوب می شود و این نگرانی وجود دارد که در صورت افزایش تنش با اسرائیل جمهوری اسلامی ایران نیروهای نیابتی از افغانستان مخصوصاً انتحاری به سوریه و لبنان ببرد تا به منافع اسرائیل صدمه برساند. جمهوری اسلامی ایران در اوج جنگ سوریه هزاران تن از شهروندان شیعه مذهب افغانستان را تحت عنوان لشکر فاطمیون برای جنگ با داعش به منطقه فرستاد که بسیاری از آنها در راه دفاع از رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و منافع جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. با فروکش کردن آتش جنگ در سوریه بخش زیادی از نیروی فاطمیون به ایران و افغانستان بازگشتند، اما جمهوری اسلامی نفوذ قابل توجهش برای سربازگیری دوباره از این نیروها را حفظ کرده است و در صورت نیاز از آنها در جنگ نیابتی حتما استفاده خواهد کرد. حدود نیم قرن جنگ و ناامنی در افغانستان باعث شده است که بخشی از جمعیت این کشور بی سواد بمانند یا سطح آگاهیشان پایین باشد، آنچه زمینه را برای جذب آنها به گروه های بنیادگرا افراطی و مذهبی فراهم کرده است. گروه طالبان با مدت دو دهه از ظرفیت مدارس دینی و مساجد در جهت سربازگیری و تامین نیروهای مجانی استفاده کرد و شماری از شهروندان افغان را با تبلیغات گسترده و سوء استفاده از هیجانات و احساسات دینیشان برای جنگیدن و حتی پیوستن به گروه‌های انتحاری متقاعد کرد. با فروپاشی حکومت افغانستان شماری از نیروهای طالبان به آرزوهایشان یعنی شهید شدن نرسیدند.
این افراد برای جنگیدن تحت عنوان دفاع از ارزش‌های اسلامی و مقابله با کفار و مشرکان هیجان زیادی دارند و بیم آن می‌رود که افغانستان را به درگیری و رقابت‌های پیچیده وارد کنند که به چالش‌های این کشور بیفزاید. باید منتظر ماند تا معلوم شود آیا طالبان با ساز جمهوری اسلامی ایران در جنگ‌های نیابتی شرق‌میانه همگام می‌شوند یا دوستی با تهران مقطعی و از روی ناگزیری و نتیجه به رسمیت شناختن نشدن از سوی جامعه جهانی و به ویژه غرب است. با هم بریم با آسم به یک گزارش ویدیویی توجه می‌کنیم. اید افغان‌ها خارج از مرزهای افغانستان. اعضا و هواداران حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نماز عید را ادا کردند. اینجا در مسجد در کمپ شمشتو در حاشیه پشاور، برخلاف تصمیم طالبان. در داخل افغانستان طالبان در تمامی شهرها اوضاع را زیر نظر داشتند تا کسی خلاف دستور رهبرشان عمل نکند. جنگجویان طالبان پیامی دی رهبرشان را به مردم می رسانند. به این شیوه در شهرهای بزرگ عید طالبان و جهان اسلام در روز واحد برگزار نشد. طالبان دوشنبه عید می کنند، جهان اسلام یک شنبه را عید گرفت. عید سعید قربان مثل عید رمضان نیست که نفس رؤیت هلال مطرح باشد. در عید سعید قربان ما روز دهم و یازدهم ذوالحجه را معیار قرار میدیم. ماه دیده میشه، صرف درباره کمیت و کیفیت ما مطرح است. شمار از مقام های پیشین افغانستان روز یکشنبه در پیام های عید را تبریک گفتند. حامد کرزی رئیس جمهور سابق در پیامش نوشته برای عبور از مشکلات زمینه تفاهم و تمثیل اراده ملی فراهم گردد. دکتر عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی در پیامش ابراز امیدواری کرده که فضای همزیستی مسالمت‌آمیز میان اقوام مساعد شود. منابع میگویند تغییر زمان برگزاری عید توسط طالبان برنامه‌های خانواده‌ها را برای عید برهم زد و سبب سرگردانی مردم شد. برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که در جاهای مردم روز یکشنبه پنهان از چشم طالبان عید را جشن گرفتند. طالبان بیشتر انگیزه های افراد تندروی که در درون حکومت طالبان حضور داره و به نوعی نظام طالبان تحت فشار است نشان میدن که ما تابع حکومت هایی که با آمریکا همدست است، با کشورهای غربی همدست است، ما تابع اونها نیستیم. اسلام ما یک اسلام مستقل است و ما راه خود ما را میریم. حال و هوای عید اینجا در بیروت پایتخت لبنان. در بسیاری از کشورهای اسلامی مردم عید قربان را جشن گرفتند. اما فضای عید در شمار از کشورهای عربی زیر تاثیر جنگ غزه بود. مثل اینجا در عمان اردنی ها پس از اقامه نماز در نزدیکی سفارت اسرائیل در حمایت از فلسطین تظاهرات کردند. یمنی ها نیز پس از ادای نماز عید بر سر خاک قربانیان جنگ رفتند. در استانبول مراسم عید با شکوه برگزار شد. در عربستان سعودی انبوهی از زائران در گرمای شدید رجم یکی از آخرین مناسک حج را به جا آوردند. طالبان اما افغانستان را امسال تافته جدا بافته ای از جهان اسلام کرد. حمید فهیم، لندن. دوستان ارجمند، هموطنان نهایت گرامی، به دقایق پایینی برنامه امروز می رسیم. گپ آخر در برنامه از گپ گپ می خیزه. دنیا به چه اندازه به جنجال های ما می خندد و به ترفند های خود آفرین می گوید. از ماست که بر ماست. یادتان هست خوب بازیگران نقطه های ضعف اختلافی ما را پیدا کرده بودند. جاده، سرک، خیابان،
دانشگاه، پوهنتون، چه جنجال هایی که نداشتیم. بخاطر که دارید آبرو، اعتبار، حیثیت، شرافت، کرامت و انسانیت ما در این کشور علیه به حراج گذاشته شده بود. یکی در شرق کابل امپراتوری داشت و دیگری در غرب این شهر اندو. یکی زمین های وزارت خانه ها را در جنوب کابل با دلار بالای مردم معامله میکرد و دیگر در دامنه های شمالی این شهر. فراموش که نکرده اید چین جنجال های بالای تپه های اطراف کابل نداشتیم. تپه شهرآرا، تپه برهان الدین ربانی، تپه قسیم فهیم، تپه سید حسین انوری و تپه و تپه و تپه. جاسوسان خارجی پشت هر دروازه خانه ما لانه ای داشتند و بر حسب توطئه ها هر روز بدها جوان شمشادقد این سرزمین بیگناه پرپر می شد. تبهکاران، قاچاقبران، مافیای مواد مخدر، مافیای اسلحه، قاچاقبران انسان، تاراجگران معادن هر روز فضای زندگی را برای مردم ما تنگ و تنگتر می ساختن. از ماست که بر ماست. بیکاری بگونه بیسابقه بیداد می کرد، در حالی که هر سال میلیاردها دلار به افغانستان سرازیر می شد. چند میلیون معتاد تقدیم جامعه شد. سیستم اداری و حکومتی را هر کس به روایت خود به پیش می برد. دروازه های خوشبختی برای مردم ما هر روز بسته‌تر می شد و الا آخر. ولی انگار آب از آب تکان نمی خورد. اشرف غنی احمدزی در نو قصر ارگ ریاست جمهوری با موتر آخرین مدل مرسیدس بنز سیر و سیاحت داشت و عبدالله هم قصر سبیدار را تالار محافل خوشی برای خود ساخته بود. رهبران خودخوانده افغانستان مردم را به هویت یکدیگر به بازی انداختند تا در روزگار نیازمندی از خود کسی باشند و به تبعات منفی آن هم اصلا هیچ توجهی نداشتند و تا به اینجا رسیدیم که قیمت بی‌اعتبارترین پاسپورت جهان برای اینکه همه میخواهند فرار کنند در بازار سیاه به $10,000 رسیده است. از ماست که بر ماست. آخر تا به کی؟ از ماست که بر ماست. گفتن میرخطا، کم اصل، ناانسان، بی‌وجدان و وحشی. رهبران اقوام مختلف افغانستان، نه تنها یک قوم، همه، تمامشان خطا زاده می شوند. برادر، در خطاکاری از الف تا یا تنظیم های حاکم جهادی که ریشای خود را کوتاه کرده بودند، پیراهن و تنبان را هم به دریشی و نکتایی تعویض نموده بودند و به عوض الاغ و مرکب وسیله نخلیهشان موترهای لند کروزر و مرسیدس بنز آخرین مدل بود تبدیل شد. دست داشتند آنها از بین هزاره های حزب وحدت، از بین اعضای شورای نظار و حزب سیاف و گلبودین برخواسته بودند برای اینکه توجه امریکایی ها و غربی ها را هم به خود جلب کنند. کارشان فقط مداهی و چاپلوسی و سخنچینی بود. به نظر من با تمام مسئولیت اعلان میکنم که خطاکاران اصلی طی 40 سال اخیر امین ها هستند، به اضافه رهبران حزب منفور خلق و پرچم. جالب این که یک تعدادشان مصروف دزدی و غارتگری بودند و یک تعدادشان هم به نام آگاه سیاسی و مورخ و مؤلف به فریب دادن مردم آغاز کردند. آثار دروغین آفریدند. کسی که در زندگی خود حتی یک کتاب را نخوانده بود از او کتاب ها چاپ کردند به نامش و گفتند این ایده و این راه آن قهرمان بود. با فرهنگ دیگران تجاوز کردند و فضا را چنان مقدس ساختند تا کسی چور و چپاول همتبارانشان را نبیند. شب میخوابیدند و صبح با یک طرح جدید خائنانه تجزیه طلبی، زبان ستیزی و ملیت ستیزی از خواب برمیخواستند. اینها به جای ملت سازی به دشمنی بین ملت ها میپردازند و نوزم این کار را ادامه میدن. اینها در هر قدم احمد شاه دورانی، امان الله خان،
اعلی حضرت محمد ظاهرشاه و شهید راه آزادی سردار محمد داود خان را دشنام می دادن و هنوز هم دشنام می دهن، ولی جنایات روزانه همتباران خیش را ماستمالی می کردن و ماستمالی می کنن. اینها روزا به عبدالرحمن خان به خاطر کشتار همتبارانشان یعنی هزاره ها دشنام می دادن و دشنام می دهن، ولی هر روز بزرگان هزاره ایشان خون ملت را می مکیدن و حالا هم می مکن و در خدمت کشورهای بیگانه مخصوصا جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. مگر لشکر فاطمیون ساخته و پرداخته همین رهبران حزب وحدت نبود؟ اینا هر روز بنام پشتونولی سایر ملیت‌ها را تحقیر میکردن، ولی همتباران با قدرتشان با حقوق ملت دست درازی میکردن. تمام افراد باسواد منوط به همینها از هر ملیتی که بودن خطاکار بودن و این خطاکاریشان تا امروز ادامه دارد. از ماست که بر ماست. گر در دل سرگشته ما شورش و غوغاست، از ماست که بر ماست. در نیک و بد چرخ اگر هست کم و کاست، از ماست که بر ماست. ما را اگر این موج بلاخیز فرو برد، حقا که نکو برد. این کشتی بشکسته اگر غرقه دریاست، از ماست که بر ماست.